الله الرحمن الرحیم سرسبزترین <applause> بهار تقدیم تو باد آوای خوش هزار تقدیم تو باد گویند که لحظه است رویدن عشق آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد با تقدیم بهترین و گرمترین سلام ها خدمت همه شما خوبان بیننده همراهان و حمدلان با این برنامه یعنی به وقت بیداری خوشحالم بار دیگر در خدمت شما بزرگواران باشم از طریق قاب این برنامه که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی بخش فارسی دری تقدیم شما عزیزان می گرده. از صمیم دل آرزو دارم برای همه شما بزرگواران تن سالم جان جور آرامش در زندگی و همو آرامشی که با ذکر و یاد خداوند متعال برای ما و شما حاصل میشه که فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب فقط با یاد خداوند متعال است که قلب و جان انسان آرامش میپذیرد اگر میخواهید با برنامه خود در ارتباط شوید پل ارتباطی میان ما و شما این شماره هست. شماره مثبت 964 780 255 40 13 قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم تشکر میکنم از او بینندگان عزیز و محترمی که با ما در ارتباط شدند از جمله هموطن گرامی ما از کشور افغانستان با این شماره مثبت 93 77 چهار شماره آخر 35 74 پیام دادند و از برنامه تشکر کردند ما هم از شما عزیز بیننده تشکر میکنیم و همچنین بیننده محترم دیگری از کشور دوست و همزبان کشور تاجیکستان از طریق واتساپ با برنامه خود در ارتباط شدند شماره ایشان هم مثبت 992 88 4 شماره آخر 41 36 هست که سوالی را پرسان کردن در بخش احکام که به طور خصوصی به این عزیز بیننده پاسخ داده شد اما خوبان طبق روال یک شنبه شبها استفاده می کنیم از حضور و سخنان ارزشمند کارشناس محترم جناب استاد هاشمی موضوع گفتگوی امشب ما آداب دعا در قرآن شریف هست خواهش میکنم با ما همراه باشید به مدت یک ساعت عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما بخیر انشاءالله خداوند به شما سلامتی کامل نایت بفرماید تا اینکه در مورد موضوع دعا در قرآن گفتگو میکنیم با بینندگان آغاز سخن بفرمایید السلام و الله علیکم السلام. <تصفح> بسم الله الرحمن الرحیم الحمد كله لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على رسول الله الامین الذي بعث رحمة للعالمین أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين سلام ورحمة إلهي برشما ساكنان سرزمين إيمان لحظات شما برخوردار از الطاف و رحمت الهی باشد و افتخار است برای ما که در جمع شما فرصتی دیگری داریم تا از معنویت و حضور شما بهره ببریم بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد ما هستیم که از شما استفاده میکنیم لطف داریم. در برنامه های گذشته مطلب را به اینجا رساندیم که یکی از نشانه های فرد مؤمن دعا کردن هست و دعا ناشی از آن می شود که شخصی خودش را فقیر مطلق می بیند در برابر خداوند متعال که غنی مطلق هست بی‌نیاز مطلق هست و چنین شخصی باید یک آداب و شرایطی را در هنگام دعا و رو به خداوند متعال آوردن مراعات کند که این آداب را فرمودید از جمله اینکه خداوند را حمد کند و صفات نیک خداوند را بشمارد خداوند را به عنوان لا اله الا الله یاد کند تحلیل داشته باشد تسبیح داشته باشد سبحان الله داشته باشد و با صفاتی مثل رب خداوند را یاد کند گناهان خود را بشمارد و اعتراف به گناه کند و استغفار کند از گناه و همچنین که سلوات بر پیامبر و اهل بیت پاک پیامبر درود و سلام و سلوات بفرستد اینها آدابی هست که به ما کمک میکنه برای انجام <تصفح> یک دعای کامل و خوب دوست داریم ادامه این آداب را در این برنامه از زبان شما بشنویم تا اینکه انشاءالله ما هم متصف شویم به این صفات خوب انسانهای پاک و مؤمن بله با سلام مجدد و به نام ذات پاک اهدیت در موضوع بحث آداب دعا سر اصلهایی رو حضرت عالی بیان فرمودید که پیرامونی اونها مطالبی بیان شد بحث این شب در ادامه اون مباحث تکمیل و ادامه بحث اعترافی به گناه هست که یکی درست. دیگر از آداب دعا کردن است <applause> پیش از آن به دلیل اون که میکوشیم بحث آداب دعا را امشب به پایان ببریم یک نکته را به عنوان مقدمه بحث عرض کنم در محضر بینندگان گرامی و ارجمند و اون این است که گاهی در گفتگو و باب گفتگو از جانب خداوند به سوی انسان باز می شود درست. مانندی اون چرا که در مقوله وحی و در بحث وحی داریم خداوند کسانی از انسانها را انتخاب می کند برای سخن گفتن با او بله. مانند اونچه را که برای همه پیامبران وحی می کرد این خداوند بود که تصمیم می گرفت و اراده می کرد که با انسان سخن بگوید وحی بفرستد به او چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم و او را واسطه در رساندن پیام خود به بندگانش و به بشر قرار دهد مانند اونچه که ما در حضرت موسی علی نبی و آله و علیه الصلاه و السلام مکرر شنیده ایم که به همین جهت همیشان را موسی کلیم بله. می نامیم و مثل اون را که در باب قرآن و کلام وحیانی خداوند ما داریم که در این زمین خداوند تصمیم گرفته است قرآن را برای پیامبر بفرستد و از این طریق با همه انسان ها سخن بگوید فرو فرستادن قرآن در واقع اراده خداست بر سخن گفتنی با همه انسان هایی که پس از نزول قرآن در مسیر تاریخ قدم می گذارن و می و البته این سخن خدا را برخی تصمیم میگیرن و انتخاب میکنن که بشنون و برخی هم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشا و لهم عذاب عظیم یا علیم این یک نوع سخن گفتن هست سخنی که از جانب خدا آغاز میشود و اراده بران می شود که با انسانها سخن بگوید نوعی دوم سخن گفتن با خدا از این منظری که من تصور دارم نوع دوم زمانی است که یک بنده تصمیم میگیرد با خدا سخن بگوید و با خدا حرف بزند یکی از زیبایی ها و نقطه های روشن در تفکری دین اسلامان است که این اجازه رو داده است که هر کسی وارد گفتگو با خداوند شود بی واسطه بی زمان خاص بی مکان خاص بی گرفتن وقت خاص البته که من در مباحث بعدی شاید فرصت فراهم شد عرض بکنم که در چه زمانهایی خوب است که این ارتباط برقرار شود ولی این گونه نیست که در غیر اون زمان یا در غیر اون مکان یا بدون واسطه نتوان با خدا سخن گفت بله. می شود واسطه هایی را برای رساندن پیام انتخاب کرد برای خداوند چنانه که در زمان حضرت موسی علیه صلات و سلام ما نمونه های بسیاری داریم که افرادی می آمدن و از ایشون درخواست می کردن که شما وقتی می روی در کوه تور این حرف رو از جانب من به خداوند برسان و پاسخش را بگیر بله. و یا در زمانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و, و, و سلم کسانی می آمدن و یا در زمان ائمه معصومین علیهم الصلاۃ و سلام کسانی می مطلبی را می پرسیدن که منتظر وحی بماند البته در زمان پیامبر منتظر وحی و در زمان ائمه معصومین از آنها میپرسیدن مطلب را و به بلواسته سخن خدا را برای مردم بیان می کردن. یعنی هر زمانی که معصوم وجود داشته باشد انسان ها دسترسی غیر مستقیم به خداوند دارند زیرا بلد. که سخن معصوم یکی از جنبه های اسمت معصومان آن است که آنها سخنی از خود بر زبان نمی آورن بلد. هر را یعنی که می بله این هو, این هو این و الا وحی نیوها همون گونه که و ما انتقو عن الهوا این هو الا وحی نیوها تزمین اسمت پیامبر در سخن است و هر جا که اسمت باشد این, این و ما ينتقوا عن الهوا وجود دارد ولی افزونی بر آن مثل زمان ماکی و حتی در زمان همون زمانی که معصومم وجود داشته باشد مخصوصا در زمانی که معصوم وجود ندارد این بسیار بسیار مقتنم است که خداوند برای هر انسانی این فرصت را و این اجازه را داده است که مستقیما با خدا سخن بگوید مستقیما با او حرف بزند و دعا یکی از جلوه های بسیار بسیار بارز و برجسته سخن گفتن انسان با خداوند است بله. اگر هیچ مطلبی دیگری در باب دعا وجود نداشته باشد صرف توجهی به همین مطلب که یک انسان در هنگام دعا با خداوند حرف میزند و او پیشگام میشود برای طرح گفتگو با خداوند شما دیده اید که در دنیای امروز که رسانه های مجازی فراوان است و برای گفتگو اختصاص میدهند در مخصوصا در روزگار ما و در عصر کنونی ما این مطلب رو خداوند خیلی قبل از این مسائل و در زمان خلقت انسان این اتاق گفتگو را اتاق خصوصی و اتاق عمومی که به شکل دعاهای جمعی مطرح می شود های جمعی در یک به تعبیری که من دوست ندارم این کلمه خارجی را به کار ببرم هم به دلایل مختلف کلاب هاوسی که گذاشته می شود برای گفتگاه جمعی درست. و هم اتاق خصوصی که طرح مطلب بکند دعاهای فردی که انسان ها به صورت خفیه و به صورت پنهانی و خداوند مطرح میکند این یکی از بزرگترین و بارسترین جلوه های لطف خداوند بر انسان است و یکی از محسنات و زیبایی های دین اسلام که برای گفتگو با خداوند واسطه ها را می توانی کنار بگذاری ده ده. و مستقیما به صورت آنلاین و زنده و هر لحظه که بخوایی با او سخن بگویی و دعا وست... یعنی این نه تنها این فرصت و امکان برای انسان به وجود آمده و پدید آمده که هر لحظه که اراده کنه انسان با خداوند متعال وارد گفتگو و صحبت کردن شود بلکه خداوند خودش درخواست کرده گفت بله، با من بله. گفتگو داشته باشید ادعونی استجبلکم بله، دعا بله. کنید از من بخواهید با من حرف بزنید تا اینکه من حرف شما را بشنوم و خود این دعوت چقدر زیبا هست و توجه به این نکته که هر زمان ما با خداوند اراده کنیم که گفتگو داشته باشیم خداوند حرف ما را میشنود و حاضر است و جواب ما را میدهد به اصطلاح همینطور که شما فرمودید اگر بخوایم به تعبیر امروزی بگوییم خداوند همیشه آنلاین هست بله. هر موقع که ما بخواهیم میتوانیم به طور مستقیم و زنده با خداوند گفتگو داشته باشیم بله بله خب این مقدمه را که محضر شما عرض کردیم میپردازیم به ادبی دیگری از دعا یعنی هر سخنی را که انسان میخواهد به یک مقامی با یک فردی با یک شخصیتی در میان بگذارد مستلزم یک سلسله آدابی است و مستلزم یک سلسله شرایطی از جمله آداب که در آخرین بحث آداب ما در جلسه پیشین در محضر شما عرض کردیم اون بود که یک عبد در برابر آفریدگار و پروردگار خیش که قرار میگیرد خوب است که به خطاهای خود نسبت به مقام ذات احدی اعتراف کند یعنی خطاهای خود را بشمرد نمی شود در برابر خداوند خطاها را نادیده گرفت و بگوییم که از یادش رفته است نعوذ بالله یا اینکه من میتوانم منکر شوم نه باید متذکر شود از باب این که پروردگار من خدای من با اینکه من این همه تقصیرها و خطاها را و لغزش ها را دارم با همه این در محضر تو آمدم و از تو خواسته ای دارم و نیاز هم را با تو مطرح می کنم نفس توجه داشتن به گناهان خود یکی از مقامات است که انسان را از حالت غفلت بیرون می آورد حالت غفلت جنبه های گوناگونی دارد یکی از جنبه های غفلت آن است که انسان خطاهای خود را فراموش کند و در حقیقت این به معنای آن است که تو خود را فراموش کردی انسان باید داشته های خود را چی خوبی ها و چی بدی ها را مخصوصا بدی ها را بیاد داشته باشد یکی از صفات اخلاقی انسان در مراودات اجتماعی هم همین است که انسان خطاهای خود نسبت به دیگران را بیاد داشته باشد ولی خوبی های خود نسبت به دیگران را باید از یاد ببرد و فراموش کند در مقام دعا و گفتگوی با خداوند نیز همین گونه است که اگر انسان با خداوند میخواهد وارد گفتگو و سخن شود باید بدیهای خود را متذکر شود و در ذهن داشته باشد و یادآور شود ولی هرگز نگوید که خدای من تو تو را اینقدر عبادت کردم و از تو این گونه اینقدر طلبکارم تو مدیون من هستی این گونه سخنان همان گونه که در برابر تعامل در برابر دیگر انسان ها و معاشرت با دیگر انسان ها مضموم است در برابر خداوند به طریق اولا مضموم است خب اقرار به گناه آیا قرآن کریم این شیوه و این ادب را به ما یادآور شده است که ما در پیش بگیریم یا خیر در جلسه قبلی چون یادآور شدیم این موضوع را به این نکته رو به این جد ارز میکنم که ما نباید از خود چیز را ابداع بکنیم بله. هر شیوه ای را هر عملی را هر رفتاری را هر سخنی را که ما می اون بدون سفارش بکنیم و اون را شیوهی پسندیده به شماریم باید قرآن کریم به یک شیوه ای و یا با سنت دینی به یک شیوه ای باید اون را به ما آموخته باشد و مجاز شمرده باشد و یا ممدوح و مستحسن دانسته باشد رست. اقرار به گناه های کاری پسندیده است در برابر خداوند جدای از روایات بسیاری که در این زمینه وجود دارد و من در جلسه قبلی هم عرض کردم که اقرار به گناه در برابر انسانهای دیگر مضموم است و نکوهیده است انسان نباید ارز خود را شخصیت خود را در برابر دیگران ببرد ولی در برابر خداوند امری مستحسن است خداوند این مطلب را در سوره مبارکه انبیا در همان ذکر یونوسیه آیه 87 سوره مبارکه انبیا از زبان حضرت یونوس پیغمبر نقل فرموده است و ارتباط تنگاتنگ بسیار با مبحث ما دارد چون بحثی دعاست اون زمانی که حضرت یونس پیغمبر دعا می کند در مقام دعا این مطلب را متذکر می شود اون جایی که بعد از پایان سخن خود این گونه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبحانک اینی کنتو من الظالمین من از ستمگرانم این نکته رو که خداوند برای ما بیان میکند برای انسانها یعنی که آی انسان ها اعترافی به گناه بکنید بله. و بیان کنید خطای خود را و لغزش خود را در هنگامی که از خدا مطلبی را میطلبید بنابراین این مجوزی است و نه تنها مجوز بلکه قرآن کریم تشویق میکند ها را ترغیب میکند بدین شیوه که شما همین کار را انجام بدهید اما یک نکته را پیش از این که بگذرم به ادب دیگر برسم لازم است که گفته شود و چه بسا در ذهن بیننده این نکته خطور بکند و اون این است که چطور یک پیغمبری مثل حضرت یونس بله. و یا حضرت آدم و موارد دیگری هم در مورد حضرت موسی علی نبی علیه و علیه السلام وجود دارد که یک پیغمبر میگوید دینی کن تو من و این در زمان رسالت هست نه قبل از رسالت که ما حتی اگر بگوییم که یک رسول و یک پیغمبر قبل از رسالت معصوم نیست و در زمان رسالت معصوم است چارچوب رسالت را منحصر چارچوب اسمت را منحصر در زمان رسالت بدانیم با این سوال مواجه می شویم که خوب این ادب دعا برای ما خوب برای ما درست که ما باید اعتراف به گناه بکنیم ولی چطور از زمان یک از زبان یک پیغمبر این مطلب بیان می شود که من ظالم و ستمگرم بله. در این زمینه بحث گسترده است من فقط به دو پاسخ بسیار کوتاه اشاره می کنم. و اون این است که اولا انبیای الهی رسالت دارند و وظیفه دارند که روش دینداری و مدل و سبک عبودیت و بندگی و از جمله دعا را برای ما بیاموزد بله. بنابراین بسیاری از کارهایی را که اونا انجام میدهند بسیاری از سخنانی را که اونا به زبان می در حقیقت برای آن است که به ما بیاموزند جنبه آموزشی و تعلیمی و تربیتی دارد درست. بی اون که خود اونها به چنین مطلبی آلوده باشند یا به چنین کاری را و فعلی را مرتکب شده باشند درست مطلبی دوم آن است که این مطلب بسیار دقیق تر هست و اون این است که ما جمله ای داریم که الحمدلله لله کما یستحقه بله حمد مخصوص خداست اون گونه که او مستحق است بله. ما زمانی که یک موجود ممکن را در برابر یک موجود واجب و یک موجود فقیر را در یک برابر یک موجود غنی و یک ذات کاملا از تمام جهات کامل و مبرای از هر عیب و نقصی را در نظر بگیریم و از این طرف انسانهایی را در نظر بگیریم که در ذات ممکن هستند بله. نفس امکان خود خلع است و کاستی است نفس ممکن بودن و در این امکان همه موجودات شریکند چه از پیغمبر و چه غیر پیغمبر و امه معصومین علیه مسلات و چون ذات ممکنن و ممکن در برابر واجب رتبه فروتر رو دارد و خود این این زمانی که میگویم اینی کنتو من الظالمین یعنی من در برابر مرتبتی ذات احدیت و یگانگی و واجب الوجود بودنی تو در مرتبه در, در مرتبه فروتر هستم, هستم. بله. و من باید به تو التجا ببرم و اون گونه ای که حق تو هست من نتوانم بندگی بکنم بب... لذا م... ظالم یعنی بالاتر بروم حتی بله. بله من در مرتبه‌ای هستم که باید رشد تکامل بکنم بلست. و به سوی تو بیایم بنابراین آ... یک معنای خیلی زیبایی پیدا میکنه این نکنت من الظالمین نه به معنای اینکه من گناهکارم باشم مثل بله. بقیه انسانهایی انسان که گناه میکنن نفرمانی و معصیت میکنن بلکه این ظالم یعنی اینکه من نیاز دارم به توجه تو بله. به عنایت تو به رحمت تو که صعود داشته باشم بله. تکامل داشته باشم رشد و پیشرفت داشته باشم و چقدر زیبا هست این معنا بله. که شما اشاره کردید جناب استاد چون به میانه برنامه رسیدیم خواهش مندم که استراحت کوتاهی داشته باشید بینندگان عزیز و ارجمند هم میان برنامه را ببینند به زیبایی اشاره کردن جناب استاد به آداب دعا و یکی از مهمترین آداب دعا که اقرار به گناهان هست اگر ما هنگام گفتگو با خداوند متعال به یاد بیاوریم اقرار کنیم به کارهایی که انجام دادیم و شایسته نبوده و ما را عقب نگه داشته است خود این اقرار مطالب خوبی را به ما یاد می دهد از جمله اگر توبه را فراموش کرده باشیم در همون لحظه دعا توبه می کنیم و به سوی خداوند بازگشت خواهیم داشت و نکته مهمتر این است که خداوند متعال را همیشه حاضر و ناظر می بینیم چه اون لحظه ای که گفتگو می کنیم و دعا می کنیم و چه اون لحظه ای که اون جرم و گناه را مرتکب شدیم و معصیت را انجام دادیم امان ز لحظه قفلت که شاهدم باشی عزیزان میان برنامه رو ببینید با بخش بعدی برنامه با وقت بیداری همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم اللهم کن لولیك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عرض سلام دوباره خدمت همه شما خوبان و عزیزان همراهان با این برنامه یعنی به وقت بیداری عزیزان به اطلاع شما میرسانم که برنامه به وقت بیداری که محصول است از شبکه جهانی هادی تیوی بخش فارسی دری هر شب در طول هفته از ساعت 8 الی 9 شب پخش میشه و تقدیم شما عزیزان میگردد تکرار برنامه ها را فردای همان شب می توانید بعد از اذان ظهر به وقت کابل مشاهده کنید خواهش می کنم با برنامه خود همراه باشید از طریق فضای مجازی از طریق اینترنت اگر کلیپ ها و برنامه های ضبط شده را می بینید، حتما عضو شوید سابسکرایب کنید نظرات خود را با ما بیان کنید و همچنین از طریق پل ارتباطی برنامه با این شماره می توانید با ما در ارتباط باشید شماره مثبت 964 780 255 40 13 گفتگو می کردیم با جناب استاد هاشمی پیرامون آداب دعا و رسیدیم به یک ادب بسیار مهم در دعا کردن و گفتگو با خداوند متعال که اقرار به گناهان باشد به عنوان مثال و عنوان نمونه از زبان حضرت یونس علیه السلام بیان کردید که در هنگام دعا اقرار کردند اینی کنتو من از موارد دیگری هم هست جناب استاد که از انبیا و اولیاء الهی اقرار به گناه کرده باشد در اقرار به کمبود و کاستی خود در برابر خداوند متعال کرده باشد بله بسم الله الرحمن الرحیم بله مورد دیگری هم ما باز نمونه, نمونه های متعدد داریم من یک نمونه را از اون میان عرض می کنم نمونه است که در سوره مبارکه اعراف آیه 143 از حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه الصلاۃ و السلام بیان شده است اون جایی که ایشان در کوهی تور از زبان قوم خود که گفته بودند خدای خود را به ما نشان بده بله. وگرنه خدای نادیده را ما پرستش نمیکنیم ایشون رفتن اونجا فرمودند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال ربی ارنی انظر الیک و قال لن ترانی بعد زمانی که فلما ما تجلی ربه للجبل جعله دکن و خر موسی فلم فلما افاقه زمانی که به هوش آمد قال سبحانک زمانی که از بیهوشی بر اثر اون چه که در کوه مشاهده کرد از جلوه ای آیات الهی قال سبحانک توب تو الیک و انا اول المؤمنین چرا زیبا. من از این کاری که انجام دادم یعنی توبه می میکنم و من اولین کسی هستم که ایمان دارم تو در شمار اشیای و موجوداتی نیستی که دیده شوی نفس این سخن بر زبان آوردن مستلزم توبه است و در اینجا ایشان اقرار میکند که توبتو الیکه یعنی من هم. کاری کردم که مستلزم توبه است اعتراف میکند دینی توبتو الیکه من از این کار خودم توبه میکنم و خطا کردم یعنی گرچه که این درخواست و این سوال دیدن خداوند متعال درخواست قوم حضرت بله، موسی بوده بله. اما گویا که در دل آن حضرت هم یک خلجانی بوده که بالاخره پاسخ خداوند متعال چه میتواند باشد بله در اینجا از همون خلجان قلبی هم حضرت موسی توبه میکند و اقرار میکند که خداوند تو با این چشم ضعیف مادی دنیایی قابل دیدن و مشاهده نیستی؟ و حتی بالاتر از آن اونچنان که مفسران بیان فرمودن البته مفسرانی که نظر اونها صاحب هست که نفسی رساندن پیام ولو این که در ذهنی خود اون حضرت چون این چیزی وجود نداشته است نفس رساندن این سخن را از دیگران و به زبان آوردن این سخن نفس به زبان آوردن که چرا تو برای اقناع قوم خود این سخنی را چون هر سخنی را نباید انسان بروست. بر زبان بیاورد بله. ولی این مورد دوم است و من در ادامه این که چرا پیامبران این مطلب را بر زبان آوردن تو پاسخ را عرض کردم یک پاسخ دیگر را هم عرض میکنم که ما نا که حق عبادتک هر انسانی به هر پیمانه ای که خداوند را بندگی و عبودیت بکند بازم حق مطلب ادا نشد. نشده. است همچنان به همین دلیل است که پیامبران مبرا از تکلیف نیستند مبرا از اطاعت نیستند مبرا از انجام واجبات نیست. نیستند و واجبات را و تکالیف را باید انجام بدهند به خاطر که این فاصله هی باید کم شود باید کم شود و کم شود و انسان ها تا هر درجه ای را که برسد همچنان فاصله رو دارد برای. بنابراین پیامبران هم اعترافی به این خلع را باید داشته باشند که ما عبدنا که حق عبادت. عبادتیک خب یکی دیگر از جنبه هایی که در آداب دعا شرط است این است که انسان باید اصرار بر دعا بکند اصرار بر دعا بدین شکل است که پافشاری بکنید سماجت و اصرار کردن در گفتگوها و در معاشرت انسانی امر مضموم است انسان سمج از نظر اخلاقی در عرف پذیرفته نیست حتی به گونه ضرب المثل وجود دارد که العاقل بل اشاره بله. با انسان عاقل باید به با اشاره سخن بگویی کافی است اصرار و سماجت نکن ولی در مقام دعا و خواستن انسان باید مصر باشد اصرار باید بکند اصراری با صاد مصر باشد و سماجت داشته باشد اون گونه ای که خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 63 و, و در سوره مبارکه اعراف این مطلب را بیان فرموده است اعوذ <applause> بالله من الشیطان الرجیم سوره این بارکه انعام آیه 63 قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر چه کسی شما را از تاریکی های زندگی در کوه دشت و بیابان بر و بحر در اینجا اشاره به همه زندگی دنیاست درست. نه اینکه ما صرفا کاروان هایی که در دشت ها در زمان قدیم می یا کشتی هایی که در دریا هست اینها درست ولی بر رو بحر کنایه از همه عالم هست و عالم خلقت چی کسی شما را در تاریکی های زندگی انسان در تمام زندگی به صورت کورمال کورمال حرکت می کند هیچ کس افق دید خود را تا فردا نمی چی هست چی رسد که تا 50 سال بعدی از افق زندگی خود را بداند قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تذرعن و وخفية این تدعونه هم خبر است و هم انشاء یعنی این کار رو انجام بدهید بله. بعضی اصطلاحات رو من اگر به کار میبرم ببخشید گاهی اصطلاحاتی طلبگی است تدعونه می او را تضرعا به تذرع و زاری تزرع و زاری این است که شما دیدید که یک کسی اگر الحاق میکند اگر کسی اصرار میکند تزرع میکند تزرع دوشیدنی حیوان رو میگوید شیر رو از پستان حیوان بیرون آوردن با شدت باید بکشید مکرر باید تا اون حیوان شیرش به گونه کامل بیرون بیاید زرع با ذات صاد بنابراین تدعونه تضرعا و خفیه لئن انجان من هذه لنکونن من الشاکرین بقیه فقرات آیه رو من متعرض نمی فقط همین نکته که تضرعا در مقام دعا تدعونه می خانید او را دعا می کند او را با تضرع و زاری یعنی این حالت رو خداوند به عنوان یک حالت خوب یک حالتی که انسان را به استجابت قریب و نزدیک می کند بیان می کند شما او را به دین حالت می خانید. ثم انتم تشركون یعنی این طور دعا میکنه دعای نزدیک به اجابت و ادب رو رعایت میکنید و از اون طرف دیگر زمانی که مطلب حل شد بله یونجیکم و من کل کرب ثم انتم تشركون اون زمان تبل انا رجل میزنید که بله من خودم بودم که از این محلکن جات پیدا کردم جا. در اینجا خدا دو حالت برای انسان تصور می شود و دعا و گفتگو هم در این دو حالت کمی با هم متفاوت هست دیگر یک هنگامی که انسان در حالت آسایش و راحتی در وطن خودش در جا و مکان خودش هست به گونه دعا می کند و هنگامی که در سختی ها و مشکلات و بلاها هست دعا کردنش حقیقتا متفاوت است همانطور که خداوند در قرآن می با اصرار، با الها، با تکرار کردن، با یک حالت زاری انسان دعا می کند که خدای ما از این مشکل نجات بده اگر شب تا صبح هم دعا کند باز هم خسته نمی شود و به دنبال این هست که بالاخره از این گرفتاری نجات پیدا کند خداوند گویا دوست دارد همین حالت اصرار را انسان ها در هنگام آسایش و راحتی هم مراعات کنند و داشته باشند بله به صورت عموم ما زمانی که میگوییم البته یک بحثی است که ما کمی جلوتر بردید مطلب را یعنی از مطلب کمی فراتر رفتیم میره فراتر جلوتر چون بحث بعدی است که در چی شرایط انسان خوب است که دعا کند درسته یکی از شرایط, شرایط گرفتاری است که انسان باید دعا بکند و گرفتاری انسان را میشکند قلب انسان را و انسان را با زاری و بازاری و ناله و می دارد. خب یکی از شرایط استجابت دایی است که انسان بازاری و ناله این کار را انجام بدهد از لوازم زاری کردن و ناله کردن این است که انسان اصرار می کند بله. و خداوند در اینجا ما اون جنبه را یعنی از یک کلمه جنبه های مختلفی می شود استفاده کرد درست. جنبه تضرع در اینجا معنی اصرار کردنی بر دعا است که انسان باید الحاح کند و ما در سیره پیشوایان دینی نمونه های بسیار بسیار داریم مثلا در زندگی امیر مؤمنان علی علیه السلام داریم به نقل اون راوی که میفرماید و هو یتململو تململ سلیم شبونگاهی دیدم که امام علیه السلام مثل مارگزیده بر خود می پیچد در شب تاریک انسانی مارگزیده تململو تململ سلیم از خداوند این گونه با اصرار خواستن همان زمانی که میگوید انا عبدک کذلیل الحقیر المسکین المستکین و انت المولا انت جلیل انت اللطیف انت الخبیر که در ادعیه معصوره ما کم نیست این روش یا در مورد امام موسی بن جعفر امام سجاد علیه مسلات و میبینیم که آنها سجده های طولانی به خاطر اصراری بر دعا بود خواستن و نیایش با خداوند که نام دیگری دعا هست بنابراین اصرار بر دعا کردن یکی از آدابی دعا هست و آدابی ممدوهی که انسان باید اون را رعایت بکند همین باره شاید در ابتدای امر به نظر یک کار خیلی سخت و دشواری بیاید و انسان حالتی برایش پیدا شود که نفس او بگوید که من دوست ندارم در برابر هیچ کس اصرار و التماس زیاد داشته باشم حتی در برابر خداوند متعال اما تصور بنده این هست اگر انسان مداومت بر این عمل داشته باشد یعنی طوری باشد که همواره در دعا کردن این حالت اصرار و درخواست های مکرر و پی در پی و حالت تزرع، حالت خوف و خشیت و خضوع و خشوع را داشته باشد کم کم فکر می کنم به این حالت اونس می گیرد و برایش بسیار دلنشین و زیبا می شود و همواره دوست دارد خداوند را به این شکل و به این طریقه بخواند و دعا کند و خداوند متعال هم در چنین حالتی بنده خود را خیلی دوست می دارد فکر می کنم سختیش به اصطلاح هم اول کار هست و بعد به یک حالت طبیعی و نرمالی برای انسان بدل خواهد شد درست است؟ به یک نکته بسیار بسیار قابلی توجهی اشاره کردید و من متاسف می شوم که اگر این نکته رو عرض نکنم و اون این است که برخی از نادانان می گوین شما چرا انسانها را سفارش می کنید به کرنش به تواضع به خضوع مثلا حتی نماز رو می گویید این حالت چرا انسان ها را خار می کنید و این مخالف کرامت انسان هست و عجب اون که این سخن رو همان کسانی میگوین که انسان را میمونزاده میدانن ولی از این طرف میگوین که شما نباید به کرامت انسان دست درازی کنید و انسان را موجود ضعیف و حقیر و بیچاره نشان بدهید عجب. خب جدا از این که به این بزرگواران دوستان باید گفت خب میمونزاده زاده مگر کجای کرامتش قرامت کجا بود که شما دفاع از کرامت بکنید در این زمینه بسیار بسیار عجیب است و بسیار بسیار قابل تعمل خداوند در قرآن کریم چند چیز را مضموم شمرده است در سنت دینی یکی این که گناه خود را به دیگران نباید بازگو کنید که همین برنامه در آغاز بیان شد در همین برنامه چرا؟ یکی از جنبه های انسان این است که انسان نباید عزت و حرمت و کرامت خود را نزد دیگران بشکند ان العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین انسان نباید آبرو و ارز خود را در معرض ریزش قرار بدهد دو چرا گدایی کردن امر مزموم است در روایات متعددی داریم که دست دهنده بالاست همیشه یکی از معانی یا دو لاف و خیدی هم, هم همین است که دست خداوند همیشه دستی دهنده است و دست برتر دست دهنده همیشه دستی برتر است دست گیرنده همیشه دست فرود, فرود, است و پایین تر و در قیامت انسان که مشهور می شوند انسانهایی گدایی می طبق برخی از روایات گوشت صورتشون ریخته است یعنی صورتشون گوشت ندارد و استخان است نشان از بیابرویی بیابروی است یعنی تعبیری کنایی و استعاره است لذا گدایی کردن امری مزموم است در اسلام و نباید یک انسان این گونه رفتار بکند ملعون من کله من القا کله او علی الناس ملعون است کسی که معیشت خود را به گردن دیگران بیاندازد این امر دوم امر سوم این که ما در سوره مبارکه بقره در مورد گروهی از انسان ها داریم که اونها رو خداوند ستایش می کند فقرایی که هرگاه اونها را ببینی یحسبهم الجاهل و اغنیا. کسانی که فقیرن ولی بعضی انسان هایی که از وضعیت اونها اطلاع ندارن اونها را خیال میکنند که چه انسان هایی سروتمندی هستن چرا؟ منت تعفف از بس عفیفا یکی از جنبه های عفت انسان است که فقر خود را به دیگران بازگو نمید. نمی کند ولذا یکی از اخلاق زمیمه این است که انسان ولو فقیر باشد نباید اظهار فقر بکند ولذا باید انسان مؤمن انسان آراسته است در حد توان می که ظاهر را حفظ کند ضرب المثل فارسی است که چهره را با سیلی سرخ نگه داشتن دوید. همون گونه که یک انسان هایی متین و انسان وزین و انسان با شخصیت میکوشند که در برابر دیگران فقر خود را نشان ندهند این امر بسیار بسیار درستی است آه. یکی از جنبه هایی که قرآن کریم این فقرا را می این است که یحسبهم الجاهل و من التعفف لا يسألون الناس الحافا و ما تنفقوا من خیر به مسلمانان میگوید به اینها انفاق کنید گمان نکنید که اینها که طلب نمی کنند گدایی نمی کنند های پولداری هستند به ظاهر اینها نگاه نکنید اینها که اگر از سر عفت و حیا به شما چیزی نمیگویند، نباید دست شما برای انفاق کوتاه شود دوست. خب این جنبه ها را اگر در نظر داشته باشیم برای آن است که خداوند طرفدار آن است که انسان باید عزیز باشد بله. انسان باید کرامت و حرمت و شخصیت خود را حفظ, حفظ کند هرگز حق ندارد کسی به شخصیت و ارز خود صدمه بزند اما در یک جا رابطه فرق می کند و آن رابطه انسان با خداوند است به هر ای که انسان در برابر خداوند ذلیلانه اظهار وجود بکند و اظهار خضوع بکند به همان پیمانه قرب بیشتر دارد تنها و تنها در برابر ذات احدیت و یکی از دلایلی که برخی از اهل عرفان و اهل سلوک دعا و تزرع مخفیانه را ستوده و خالصتر دانسته دور از ریا البته بحث ریا هست که ممکن است در محضر دیگران انسان دعا کند تزرع کند اشک بریزد ممکن است شایبه از ریا وجود داشته باشد اما یکی از جنبه های آن این است که انسان در خلوت باید خود را بشکند درست. در خلوتی که دیگران این شکستن او را نبیند و یکی از اسرار عبادت و نیایش و خلوت کردن شبانگاه همین است که انسان در خفا و دور از چشم دیگران با خدای خود باید حقیقت خود را بازگوید و هر چی که میتواند با اصرار و با تذرع و بازاری و با عشق با خدای خود سخن بگوید اینجا باید انسان شکسته شود انسان به هر پیمانه ای که بشکند اینجا خریدار دارد و یکی از جنبه هایی که گفته می شود در روایات هم وجود دارد که قلب المؤمن عرش الرحمن همین قلب شکسته است که جز خدا بله. کسی در اون قلب وجود ندارد حتی خود او حتی خودی او جالب است استاد که این مطابق دقیقا با فطرت و قلب و جان انسان ها هست که هرگز انسان نباید خود در برابر دیگران خار و خفیف کند این مخالف طب انسان است چون بله. انسان عزیز بله. است قدرتمند است اما همین طب آدمی همین جان و سرشت و فطرت آدمی دوست دارد در برابر خالق خود که گویا با خالق خود یکی هست خود را خار کند با او گفتگو کند از کمبودهای خود بگوید و هرگز احساس بیگانگی نمی کند با خالق خود اگر دوستان من اعلام کنند که چقدر وقت داریم تا پایان برنامه فکر می کنم پنج دقیقه بیشتر فرصت نیست اگر جنبندی بفرمایید ممنون می شایم. بله خیلی خوب ادب دیگری دعا پنهانی دعا کردن هست درست. یک بحثی بسیار گسترده است که زمینه آن وجود ندارد که آیا پنهانی دعا کردن خوب است یا علنی و در جمع دعا کردن درست. دعا کردنی در جمع خود آثاری دارد مثل نماز جماعت درست. که پسندیده است در مواردی زیرا که این احیای شعائر الهی به شمار میرود اما یک انسان به این دعاهای علنی اکتفا نکند و اون دعایی که می انسان در روی اصرار داشته باشد الهاه و تذرع داشته باشد دعایی است که تدعونه تضرعا و خفیه یا در سوره مبارکه اعراف داریم سو آیه 54 ادعوکم ربکم تضرعا و خفیتن این تضرعا و خفیتن بعضی ها خفیتن را یعنی در دل دعا کنید این گونه معنا کردن و ترجمه کردن ولی گمان می روید که چون این نباشد. ترجمه ای نباشد گیرم اگر باشد مانعت الجمع قابل جمع است با این که در دل و همین گونه پنهانی یعنی دور از جمع بله. چرا دور از جمع؟ به خاطر که به قرینه تزرعن انسان معمولا در جمع که باشد کمتر به این حالت برای انسان پیش آید که به توان تزرع کند یعنی واقعا خود را بشکند همینطوری که فرمودید در فطرت هر انسانی وجود دارد که میخواهد در برابر جمع یک عزتی داشته باشد شفره. بالاخره یک شاکله از شخصیتی برای خود حفظ بکند ولی در تنهایی و در خلوت انسان چیزی برای از دست دادن ندارد در اونجا فقط اوست و خدایی که همه چیزی ما از اوست درست. و چیزی از او پوشیده و پنهان نداریم ما می توانیم از انسان ها چیزی رو پنهان بکنیم و به ظاهر خود را پولدار نشان بدهیم به ظاهر خود را شاد نشان بدهیم غمگین و خیلی از چیزهای دیگر ولی در برابر خداوند که چنین چیزی نیست شود چیز بنابراین تذرعا و خفیه این ترکیب نشان میدهد که انسان می تواند اون حالت تضرع را در پنهانی بیشتر از خود بروز بدهد بس. و بیشتر خود را بشکند و در خلوتی با خداوند هر آن چرا که هست بیان بکند بسیار <تصفح> فرصت تمام هست ان شاء الله ما بله. ما و شما با بینندگان عزیز برای برنامه بعد باشد تشکر میکنیم تشکر فراوان از مطالب بسیار زیبایی که در باب دعا اشاره کردید و یک خواهشی هم از شما داریم که ما را از دعای خیر خود در اون حالتهای خاص دعا فراموش نکنید انشالله محتاج دعای شما هستیم و تشکر از همه بینندگان عزیز همراه با این برنامه یکی از نکات مهمی که اشاره جناب استاد هم به اون بود در هنگام دعا انسان به رشد و پیشرفت و کمال و بالندگی میرسد و چقدر زیباست انسانی که در مسیر رشد و کمال قرار بگیرد به فرموده معصومین و به خصوص به فرموده امام کاظم علیه السلام اون شخصی که دو روزش مثل هم باشد زیان کرده است و کسی که امروزش از دیروزش بدتر باشد ای از رحمت خدا به دور است و کسی که در مسیر رشد و کمال قرار نگیرد به سمت کمبود و کاستی و نقصان پیش می رود و کسی که به سمت کاستی گام بردارد مرگ برایش از زندگی بهتر است از خداوند متعال آجزانه درخواست داریم ما را در مسیر بندگی و رشد و کمال کمک کند و به مقامات بالا برساند ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد توی وان که نمردست و نمیرد توی روز و روزگار بر شما بینندگان خوش خدا یار و نگهدار شما